خب من دو تا همزاد دارم که همه کارهای منو میکنه. آخه من فکر می‌کنم مهراب با هجیمیه. حالا نوشتی. مهراب قاسمخانی البته با اوه حسن را نداره بخونمش. آره. مهراب قاسمخانی البته با ه دو چشم نه هجیمی متولد 1300 و همسرش شقایق دهخان متولد 1300 سریال ساختمان پزشکانو که یادتونه. خانم شیرزاد با اون واقعنهای معروفش. همسرش مهراب قاسمخانی با ه دو چشم یکی از نویسندگانش بوده، خوبم نوشته، اکثرا طراح صحنه هم بوده. مهراب نمیدونستم. هر جفتشون کلی سریال و فیلم و سریال و فیلم های دیگه هم دارن. یه روزی که خونهشون درگیر بنایی بوده، یعنی یه روزی که خونهشون درگیر بنایی بودن، گروه ما رفت پیششون. ببینیم. اوه اوه. اینجا نوشتن نویان، دورش هم خط کشیدن. پسرشون آره. چقدر هم ماهه. بس بازم ببینیم. جامش اینجا؟ آره. چیش هم نمیدونی؟ بیا بیا میبینی؟ صاف کن عالی. خب آینه ها رفن؟ آینه ها؟ بادبونا؟ آن بد من الان چجوری پیادشم؟ راست میگی راست میگی خب بزر برم نه نمیخواد از طرف تو پیاده میشه. بیا تو فقط این هدیه رو بگیر. وای خوره که نویا بیا دست بده من بایی دم قف. بله. بفرمایید. یک دو یک. یک. مطمئنی؟ بله. آقا نویا. نویا. سلام نویا. سلام جان بابا. سلام. چرا اینجوری خیلی کثیفه اینجا؟ آقا. من سایز بزرگترم. سلام علیکم، خوش اومدید، خوش اومدید بابا. بچه ها ببخشید مزاحم شدیم. خسته نباشید. بنده دیشب تموم شد ولی هنوز اینجا منفرده. ببخشید. چای میاد کجا؟ نمیدونم کجا. نمیدونی کجا؟ با من همه هنگه میکنه. نمیدونم بس من شکمه تحمیل نمیدونم. بچه هم نمیدونم کجا سی خوبایی. چقدر خوبایی برف تونست نگاه کنید. آره.
کوچه بمبست پنج. بیا ببینیم چیه. نویان بیا اینجا، بیا اینجا بشینیم. بیا بیا من باز کنم براش. دایسانور چیه؟ میدونیم چیه؟ مال بچه باز کنیم. نویان تارم نظر برداریم بخور بخور. چی هست؟ نمیدونم. هم فقط جلد بود. آره توشی چی؟ یا بیا اینو میتونی بزن به لباسه بزن بزن بری منم جالبه. اون دوست اون دوست برده رانا بیا اینو بشستم به لباسه. مال نولانه. مال توه. بیا اینو بزن به لباسه. اونم نمیاد. اسمش چه اون چه اسمه؟ کرم شاده. اینا اسمشون هست آقای کرم شاده و نمیدونم چرا همشون همه این آدم کشت کشکار اسمشون هست آقای کرم شاده. باید چقدر جالبه نویا. جالبه نه 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 باشه خب یه اینجا چه اسمش چه؟ بگو اسمش چه؟ اسمش چه؟ چی؟ کرم شاده. کرم شاده؟ کرم شاده. کرم شاده خیلی خفنه. من آدم رفت بیرون. چی کار میکنی؟ کار می نویسم قاطی بناها می نویسم لای کاک و خل. ببین چی در بیاد. اصلا هیچ چی نمیدونم چیکار دارم میکنم. نویا دارم سریال می نویسم. سریال چی؟ سریال کمدی شبکه 3. کمدی شبکه 3 برای ماه رمضان سال بعد. ماه رمضان سال بعد چیه؟ دیگه چون گفتن من سرعتم خوبه گفتن از حالا شروع کنم که دیگه کار کلید میخوره بتونم دیگه. تو که میدونی آره عزیزم آره تو که میدونی نه از سرعت بالای نه من میدونم که این انتقام خواست بگیره که من گفتم بذار برنامه خونمون تمام بشه این انتقام رو موقعی که من مست دیر بهش میرسوندم گفتم صبر نکرد برنامه تموم بشه من تو هم خواستم ای حالا برای من اذیت میکنم. بگو که این همونیه که میخواستی برای عید کار کنی؟ افتاد برای ما رو بسید. آره دقیقا چیزه ما انتخاب نکردیم صبر کردن صبر کردن بعد گفتن که چیزه تو میخوای تو بسید عید کار نکنی؟ من گفتم آخ جون باشه. نگفتم برای عید سال بعد میخوای کار کنی؟ نه حالا میدونی فقط بعدش این که اینه که اون موقع 15 قسمت بود الان 25 6 قسمته. ممکنه عید سال عید سال بعد و یا بار رمضان سال بعد و یا نه ولی یه روزی تمام میشه میدونم. نه چرا اینقدر تنبلی توی یه کار؟ تو کار دیگه هم نمی کنی فقط می نویسی دیگه نه؟ اونم که می کنم نه منظورم یعنی اصولا عنوان دیگه برای کار کردن نداری. شغل به اسم فیلم دیدن بود من از زرنگ ترین آدم هاش بودم میتونستم نفر اولش باشم. فیلم دیدن؟ آره فقط فیلم بدم پول دارم میشدم چون میتونستم شبانه رو فیلم بدم. آها حرفت این بود فقط هر فیلم پول میدم. من دوست ندارم بنویسم. دوست داری از کابوزیتو دوست نداری بنویسی بچه فقط میمیلیسی از نتیجهش لذت میبرم از پروسش شکنجه میشم. خود اون عمل رو دوست ندارم. من واقعا ندارم. خیلی خوب بیا کرم شده باید اینجا بیا بابا خودتو کنترل کن. آره الان من یه میخوام. خیلی خوب بگو حد درقل توشو بخور. آره بگو اون توشت خوردنی نیست. میخوای نازش کنم؟ آره رامبو دو باز کنم یا اینو واقعا ببین اینو چرا اینقدر تنبلی بعد تربیت شده فکر نه از اولش هم بودم من مدرسه درسم افتضاح بود بدترین کلاس نبودم بدترین کل مدرسه بودم در طول 4 سال دبیرستان در طول 4 سال دبیرستان آره شده که معدلم به نه معدل نه جمع نمرات هم به 10 نرسیده جمع کل نمرات کل نمرات شده نویان فیزیک شدم 25 نویان اینا رو گوش نکن عزیزم پدر شوخی میکنه پدر انقدر با من مگه نمیدونی که کار کمدی میشه پدر از هر موقعیتی استفاده میکنه که پدر همه این نمراتش نه اون موقع فهمیدم بعد میرفتم هنرستان خب ولی تو دانشگاه خوب بودم تو دانشگاه جزء کفه بودم چون اصلا بودم. از دبیرستان فارغ التحصیل اون نفهمیدم نه یعنی ایشالا به مامانت رفت نه خیلی طول کشید یه سالم رد شدم و آره ولی
و به من بگو که اگر که بری بگری بقیه رو پیدا کنی دوستاشو بیاری. چی باعث شد اتفاق؟ من طراح صحنه شدم بعد که چون حالا طراح صحنه به رشتم که نقاشی بود میخورد آره. نقاشی خوندم دانش بعدش رفتم چون از نقاشی نمیشد طول در آورد رفتم طراحی صحنه کردم بعد رفتم اونجا و دیدم و گفتش که خب من بسته طرفشون گفت خب شما کارتون چیه گفتم من علاکی گفتم یک دونه کار طراحی لباس کردم تو زندگیم گفت شما کارتون چیه گفتم طراحی صحنه گفت چه خوب ما دنبال طراحی صحنه میگشتیم برو قرارداد ببر همین بعد من نمیدونستم چی کار باید بکنم بعد رفتم اون اتاق باهم قرارداد بستن نه قیمت میدونستم نه هیچی اصلا از هیچی نمیدونستم بعد اومدم بیرون چیز گیج بودم هنوز دیگه اصلا نیتم کار کردن نبود گفتم کار کی شروع میکنی گفت فردا و فردا شروع کردم صبحش من 5 بعد از ظهر قرارداد بستم صبح کار کلید زدم ها من فقط چیزه من پیاده رفتم تا خونه تا خونه چه ببینم چی کار بکنم رفتم خونمونو ریختم پشت وانت آوردم تو لوکیشن هیچی تو خونمون نمون مبل صندلی همه چی و کار کلید زد اون وسط همینجوری یه سری آیتم به فکرم رسید همینجوری اتفاقی نوشتم دو سه ماه هم طول کشید مثلا 5 تا آیتم بنویسم هی جرأتشو نداشتم بدم بعد اومدن دوباره گفتم یه قرارداد ببند ایوا بعد میشدم نویسنده بعد از کار بعد به اون طرح صحنه اصلا نیومدم دنبالا اصلا کار کردن این شکلی نیست کار کردن اینجوریه که آدم باید زحمت کشید جوری باشه نه مثل ایشون صورتش شطرنجی کنی نه خب میدونی چیزه حالا خودم فکر میکنم آره نه من دوره آکادمی که چون نگذروندم من برم ولی من ببینم کجاست بیام ها یه زنجاتش شقایق بزن بزن ببین کجاست من خیلی فیلم دیدم خیلی کتاب خوندم یک دوره ای آره بابا خیلی فکر کنم اون و واقعا من به دردم خورد واقعا هم الان یکی از بهترین فیلمنامه نویسای کمدی تو اگه بنویسی البته به خاطر نسبتت با پیمان هم بوده که اصولا علاقه من به فیلمنامه نویسی شدی یا نه علاقه من به فیلم شد فیلم دیدن شدنم آره من اصولا هر کاری که اون میکرد تو کوچولی انجام میدادم دیگه یعنی عشق فوتبال میشد من پشتش عشق فوتبال میشدم بعد آره خیلی فیلم ببین شد و این باعث شد منم هی فیلم ببینم دیگه شد جزء زندگیمون نمیتونم اون دستان آشه بند کفشم باز کردی ببند کفشش ببندیم برش ببند بلد میدونی که بابات بلد نیست کاری انجام بده یه کرم شده رو پیدا شده کجا بود؟ چی رو پیدا کردی؟ کرم شده پیدا کردی اینجا؟ برو تحقیق کن ببین اینا کیان فرانچه من که محقق نیستم آنالیزورم ستاره برو آنالیز کن ببین اینا کیان ستاره از شنل نامری کننده ملکولی استفاده کن نبیننه آخ جون من میمیرم برای شنل نامری کننده ملکولی خدای سلام زنم سلام من رفتم کیک بگیرم فکر نمیگردم به این زودی بیاییم ببخشید مخلصی؟ منم باید بلند شدم من خیلی خسته خیلی خسته خیلی خسته فیلم شای حساسش خیلی خسته نباشیم خونه رو اینقدر کار کردیم خیلی هم خوب شده از اول که رسید من میگه چرا کار نمی کنی چرا نمی نویسی من میام با هی تحقیرم کرد هی با من کاری نداریم نه کاپشن ما هم تولد میگیریم اینجا که شما بریم چایی بخوریم من فوتبالیست رو بیشتر از بازیگر دوست دارم چرا؟ از اول فوتبالیست رو بیشتر دوست دارم آخه فوتبال اوشون من هنوز فوتبالیست میبینم هیجان زده میشم بدی میگیم؟ آره یعنی اصلا چیزه فوتبالیست مثلا چون لیگ یک هم میبینم هیجان زده میشم آره کاملا دیدی که هیجان زده شدی؟ آره مثلا ما میریم بازی میکنیم هیچ وقت دلت نخواست فوتبالیست شی نه؟ چرا؟ آره. چیکار کردی برش؟ نه کاری نکردم چون دیگه خیلی با تنبلی در تضاد بود خیلی باید میدونی نه نوشتن خوبش نه که موقعی میشم بی خودی به کاغذ نگاه میکنم میگم دارم فکر میکنم همه فکر میکنم دارم فکر میکنم ولی از قبل دارم فکر کردم دیگه گول نمیخورم چون میبینن چیزی تولید نمیشه میفهمن کم که ولی نه دوست داشتم کشتیگیر شم کشتیگیر؟ واقعا؟ آره کشتی رفتم یه سال رفتم کشتی بعد رفتم پیش چند سالت بود؟ 19 سالم بود
میرفتم باشگاه صنایع دفاع پیش امیر خادم. امیر خادم رسول خادم اونجا بودن. اون موقع هم اونا اصلا کشتی میگرفتن ها؟ اصلا اون سال امیر خادم یعنی سال قبلش قهرمان جهان شده. بعد یه سالی رفتم کشتی رفتم تو چون سوسول بودم فکر کردم گوشم میشکنه بلش کردم. بعد نه ولی من این شغل مورد علاقم چیه؟ هنوز هم هست. ها. اگه این شغل بهم پیش نیاد چه نوشتن میذارم کنار؟ چی؟ من رئیس باقی ورش بشم. آره. بچگی شغل یکم بوده تا الان. تو که عاشق حیوانایی؟ آره مثلا من دوستم رئیس باقی ورش بشم. خب آخه حیونا رو اونجا اسیر میکنن اب نداره؟ خب میتونن خوب اسیر کنن. الان بد اسیر میکنن. میتونه بهشون خوش بشه. کشورهای دنیا رو گشتم تا دوبارم رفتم خارج. این آفوسنتری کجا هست؟ یه کشوریه کوچیک نزدیک سوئد. آفرین خارجی. گفتم که تازه از سوئد اومدم. چقدر خوب. سهراب واقعا چقدر تو خونه بهت کمک میکنه؟ بگو واقعا به این بگو خودت بگو سحر هر کی ندونه سحر میدونه اینو اعتراف میکنم اینو اعتراف کنم هیچ دیدم که از ادبیات زمینی ها استفاده کن دیدی که وقتی یه چیزی از یه کسی میخوای یه جور عجیبی حرف آره دیدی خیلی قشنگ حرف میزنم وقتی یه چیزی ازت میخواد انقدر قربون صدقت میرن که نمیتونی بهشون نبگی آره یه اسمی هم داره چی میگن تخخل تبلغ تملقل تملو حالا شما چه ناراحتی از من ناراحتی همین که هست واه واه چه بد اخلاق صدای ذهن ای دروغگو اینا من نبودم خودش بود خب راید اصلا مهم نیست چی باشه من شوهرتم یک مونولوگ طولانی الان ببینم چیه نخون میخوایی حفظ کنی بعدم بتونی خود بکنی راست چون من مطمئن بودم که تو این روزا خیلی دغدغه های عجیب غریب داری احتمالا خیلی واجبه اونا می نویسی بازیگرها و اصول آدم های معروف موظفن به خاطر حرفشون با آدم ها محترم برخورد کنن و صبوری بکنن اینها به علاوه این که از اون طرف هم ما معتقدیم که طرفدارهای یک آدم معروف هم موظفه که حریم اون آدم را رعایت بکنن یعنی یکی از موضوعات ما این حریم رعایت کردن دو طرف با هم دیگه است هم مهربانی همواره خرج کردن یک آدم معروف نسبت به مردم و طرفداراش هم رعایت کردن حریم خصوصی اون آدم نسبت به طرفدار و مردم آمبیانس هم داره من خودم جزو آدمایی هستم که خیلی چیزم یعنی خیلی معاشرت میکنم یعنی یه موقعی حتی خیلی جاهایی که میرم تو خود این محله یعنی خریدام همینجا میکنم نمیدونم مثلا بر همه میشناسن منو یعنی از بچگی بزرگ شدم جلوی چششون یه سری سوالی که شاید مثلا آدمای دیگه داشت مثلا چیز بکنن بخوام بپرسن و براشون جالب باشن ولی حتی جاهای دیگه هم که میرم هیچ وقت سختم نمیشه یعنی معاشرت ولی این که واقعا یه موقع یه رفتاری میبینه که کاملا مؤدبانه است وقت میذاره و یه موقع یه رفتاری هستش که واقعا مؤدبانه نیست خب ولی بازم احساس میکنم که برای همونم یعنی یه مقدار شاید بعضی روزا بستگی به حال هوای خود آدمم داره
میدونی مثلا یه موقع آدم حالش خوبه، روزش روز خوبی بوده، خسته نیست، وقت میذاره، یه موقعی میبینی با کوچکترین چیزی ممکنه عصبی بشی. ولی من واقعا معتقدم آره من که بله بعد وقت تو شاید خرید و اینام رفتم همه جا خیلی برخوردش خیلی خوشرو خیلی و خیلی معتقدم به این حرفی که اصولا خیلی ها میزنن که این آدم یک بار در زندگی تو رو میبینه و اون یه بار خیلی ممکنه من چهرمش خودم یه رفتار خیلی بدی کردم که برای اولین بار آخرین بار فکر می‌کنم تو زندگی این کار کردم. من خیلی از اینکه یهو یکی دستم بکشه ناراحت میشم خب، و یه خانمی یهو دست منو گرفت کشید و من عصبانی شدم. بهش گفتم که یهو اینجوری گفتم به من دست نزن، یهو بخوام گفتم به من دست نزن و خیلی ناراحتم چون اون خانم با دو تا بچه کوچیک بود و بچه‌هاش بودن و خیلی ناراحت شد. رفت من دوباره پشت سرش رفتم گفتم که معذرت می‌خوام، گفتم من معذرت می‌خوام، من یه لحظه عصبی شدم. گفت من شما رو دوست داشتم، کارتون رو دوست داشتم، خیلی مثلا چیز بودم، ولی این یه تجربه شد واسه من که من طرف هیچ بازیگری دیگه نرم. من باز عذرخواهی کردم، باز قبول نکرد، یعنی هنوز مثلا نمی‌کشید. آره میدونم سر، ولی اینکه به من دست نزن بازم خیلی مثلا اگه هر چیز دیگه جاش می‌گفتم. و بعد بچه‌هاش باهاش بودن میدونی، یعنی مادر اون دو تا بچه بود، یه خانم جوون شد هست سر خودم. متوجه شدی که یه خانومی با دو تا بچه بعد این جمله رو بشه؟ نه بعدش فهمیدم. ولی واکنش آره من میگم اگه واکنش اثری 1% میبینن من همه جا دارم معذرت خواهم. تو اردبیل هم هستن این خانم، یعنی مصاحبت با مادر مهراب رفته بودیم اردبیل و تو شهر اردبیل. و خیلی جالبه که تو شهرستان هم من فکر کنم خیلی احترام مردم نسبت به بازیگر مثلا من یه جمله‌ای که شهرستان میرم خیلی دوست دارم میشنوم اینه که مردم میگن که مثلا به شیراز خوش اومدی، مثلا میریم اونجا اسم شهرشون رو میارم و میگن خوش اومدی. این از اون چیزاست که من خودم خیلی به دلم میشینه. ولی در نهایت نتیجه گیری که میخوام بکنم، من از اون آدمایی هستم که معتقدم باید واسه مردم برخورد باشه. درآمد شما به عنوان یک بازیگر و مهراب به عنوان یک نویسنده خوب برای گذران زندگی که استانداردی که خودتون برای خودتون تعریف میکنین و لازم دارین کافیه؟ ما خیلی ولخرج، یعنی من که ولخرج هم مهراب دیوونه میکنه آدم. نه تو نه آره یکم ما بلد نیستیم دیگه، پس انداز کردم بلد نیستیم، حساب کتاب بلد نیستیم. بابا اونو چرا اونجا چیزه؟ اون فکرش مشغوله، نمیتونه بیاد کمک کنه. میخوای یه کاری بکنی؟ قرارم تو تا برمسیم. آره برو. آره خواهد چه خدا 10 دقیقه خوبه مهراب. 10 دقیقه خوبه. آره آره بچه حواستون باشه 10 دقیقه بعد بریم دنبال مهراب. خدا تو برم بگی من رفتم، اگه دیگه نایدین منو این چه تازه میده چیدنه؟ شیرینی ها رو چرا ریختی؟ چیه چرا چشاتو اینجوری میدرونی؟ یه کار ازت خواستیم ها، حالا ببین میتونی آبروی ما رو جلو فامیلامون ببری؟ بلش کن بابا، بریم استقبال فامیلامون. بیا گران بودم نشون بده کدوم پیتزا رو بیشتر دوست داری. کدوم؟ خب بگی. آره بعد چی؟ دیگه خانم با من تماس گرفت، فاصله اینو به من گفتش که این عروسک‌گردانه نمیرسه که دو تا کار با هم انجام بده. تو فکر میکنی که میرسی؟ بیا اینو من داشتم امتحانای سال 4 میدادم، امتحانای نهایی دبستان. بعد گفتم که باشه سعیم میکنم، میرفتم امتحان میدادم، میرفتم سعی تمرین و اون کار رفت جشنواره عروسکی. بعد از اون کار از طریق بچه همون کار من معرفی شدم به یه کار دیگه که یه تئاتر بود، کارگردانش خانم گلچهره سجادیه بود اونجا. چون که هم کار کردن آره واقعا خیلی هم گروه خوبی بودن. خانم فهیمه راستگار مادرم بود که آقای رضا خندان آره خیلی گروه خوبی بودن. آقای مرتضی مومعی طراح پوسترمون بود، آقای خسرو خورشیدی طراح صحنمون بودن، آقای نجف دریابنداری مترجم اون کاری بودن. یعنی من یه ها اولین کارامو با این گروه شروع کردم. بعد پیش خودم گفتم که خب حالا که تئاتر انقدر هیجان انگیزه، خب تئاتر کار میکنم دیگه. بعد یک آقای به اسم آقای محمد حسن‌زاده که کارگردان تلویزیون بودن گروه کودک، اومدن اون کارو دیدن. یعنی در حقیقت بازم این وسط آقای مهدی میامی گفته بودن که یه دختری هستش که توی تئاتر بازی می‌کنه، بریم اون کارو ببینیم. و آقای حسن‌زاده اومد اون کارو دید و اینا. بعد اومد دعوت کرد که من برم تو کارش بازی کنم. من گفتم من تلویزیون بازی نمی‌کنم، اینا می‌نویسم براتون. گفتم می‌نویسم. بعد رفتم دیدم نه جذاب. چرا؟ همون موقع که اون کار تئاتر عروسکی داشتم می‌کردم یه کاری هم سلام نیروانا. بیا اینجا. بیا پیش من، بیا بشی. بشی یکا. بعد چی؟ دیگه رفتم تلویزیون رو شروع کردم گروه کودک کار کردن. تو
همون موقعی که دیگه گروه کودک هم می‌نوشتم و هم کار می‌کردم و این ماجرا هم با یعنی کار می‌کردم که بازی می‌کردم و می‌نوشتم و اینا که آقای میرکریمی اون موقع با من تماس گرفتن واسه فیلم زیر نور ما. منتها انتخاب من واسه اون نقش این بودش که دو تا دلیل داشت، که می‌خواستم بازیگر شناخته شده نباشه، بلکه بقیه بازیگرا هم همه بازیگرایی بودن که نابازیگر بودن، کار نکرده بودن تا حالا. یه دلیل دیگه هم گفتن که نمی‌خوام که دکتر، چون من اون موقع تقریبا 19 سالم بود زیر نور ما که بازی کردم، که می‌خواستن خیلی جوون باشه و خیلی مثلا صورت دست نخورده داشته باشه. اینا این شد که یهو مثلا من انتخاب شدم. بعدش هم که واقعا میگم همه چی افتاد تو مسیر، می‌دونی؟ یعنی خیلی بازیگر شدم. چی میدیدی؟ یعنی این مسیری رو که حالا تا الان رفتی میدیدی؟ من چند وقت پیش برای نیروانا دفترچه خاطراتم خوندم که همسن نیروانا بودم، نوشته بودم که من امروز انشام توی کلاس خوندم، بچه‌ها خیلی واسه من دست زدم، معلمم خیلی من تشویق کرد اینا. الان فهمیدم که دلم میخواد یه شغلی داشته باشم در آینده که یه جایی میرم مردم برام دست بزنن. بعد از همون سن خودش که اصلا دلم میخواست بازیگر شم، یعنی اولین شغلی که توی زندگی فکر کردم این بودش که بازیگر بشم. بعد من جوابی چیز دیگر ندیدم. آره تو بگو. کمدین شدن رو میگم. آره نه من منظورم هم بود که به اینجا برسم، یعنی مثلا توی این مسیر که حالا یه بخشش هم پیش اومد و تو باش جلو رفتی، هیچ وقت نشد که فکر کنی که کاش این نه یه چیز دیگه، کاش نه، یعنی مثلا هنوز خوشحالی بابت همه؟ ببین یه دلیلی که داشت، من مثلا سریال پاورچون که کار کردم اولین سریال کمدی بود که کار کردم، میگه سال 81. ببین به نظر من ما چون فیلم نامه نویس خوب واقعا زیاد نداره، خب دیدی دیگه مثلا فیلم نامه دستت میرسه واقعا از چند تاش ممکنه یکیش راضیت بکنه بگی که این خوبه. اتفاقی که واسه من تو تلویزیون افتاد این بودش که همزمان با اینکه شروع کردم کار کمدی انجام دادم، با یک گروه نویسنده حرفه‌ای شروع کردم کار کردن، خب به هر حال مثلا پیمان قاسم خانی بود، مهراب بود، بچهای دیگه بودن. ببین شاید یکم اینم تاثیر میذاره تو اینکه من برام خیلی مهم نیستش که نقش کمدی باشه یا جدی باشه، در درجه اول مهمه که فیلم نامه و نقش درست تعریف شده باشه. بیا بفرمایید. سر نکنی هنوزم برف میاد. برفیه. بریم بیا بریم اون بره. رامود اونجا رو ترک کرده. چی؟ اونجا رو ترک کرده. ها این؟ این پشت دارن پاساژ میسازن، حفاری کردن، بعدم که داره میریزه دیگه، 15 متر کندن داره میریزه. این خونه اینوری داره میره پایین، خونه داره میره از اونور پایین آره، با دیوار و میوار و اینا. بیا بابا بابا اینجا مدرسه است؟ نه تو سراخ. آره مدرسه است. بفرمایید. او درم بازه. برو یکم برف بزن برام بده ببینم. برف بازی کنیم. برو یکم برف بازی کنیم. هی این هم خونه بابای شقایقه. کدوم؟ آره دیگه آره. این هم قراره بکوبن و خواهد 15-20 سال بعد مثلا 30 سال. تو چی کار میکنی؟ رمبوت من میکوبن استفاده میکنم. تو استفاده میکنی؟ تو نمیخوای تو کوبیدن شرکت کنی؟ نه سخت بیا نایا زایا بیا من کار سخت نمیکنم، من خونه فکر میکنم. تو فکر میکنی؟ شغله چی کار بابا لرزه شغله چی کار میکنی؟ سر کار میکنه. من فکر میکنم وظیفه خطیر فکر کردن. بیا چی میخوای؟ بیا بابا بیا نویا بیا. تو بیا سر نخوری بیا بریم تو بیا بازم مثل قدیم با هم دیگه بریم، شما دلم گرفته راضیم به این خیالای محال. چی داره میگه؟ نمیدونم کی آخرین بار اینو زد به شارژ؟ من. چطور؟ زدی به آنتن تلویزیون. خب حواستو جمع کن دیگه، دختر این نااهل یه کارو درست انجام نمیده. این چرا اینجوری حرف میزنی؟ نکنه تو واقعا فکر مهمان منی؟ من به عنوان افسر امنیتی مجبورم این چیزا رو بهت گوش زد کنم. فکر کن ناهید مثلا مامانت واقعا این اخلاق زمینی ها رو نمیفهمم که بچه شون رو خودشون بزرگ میکنن. بابا از موجوداتی که به جای کاشت بچه تو لوله آزمایش خودشون بچه به دنیا میارن چه تحقیقی؟ ببین من خب توی خانواده بودم که به هر حال دو تا خواهر داشتم، یه برادر داشتم، تقریبا با اختلاف سنی‌های نزدیک خیلی، یعنی خب چیز بود دیگه، خونه‌مون خونه شلوغی بود.
بعدم که من 7 سال اول زندگیمو به خاطر کار پدرم شمال زندگی کردم. پدرم نیروگاه نکا کار میکرد، به خاطر شغل اونجا زندگی میکردم و خب همش محیط باز و دم دریا و حیات و باغ و جنگل های ماجراها کاملا با بچگی نویان بچگی من متفاوته. الانم در مورد نویان، چون خیلی پدر مادرم همیشه پدر مادر بودن که اصلا بچگی هم خیلی کار به کار ما نشدم، چه دستمون رو باز میشه هر کاری بخواستیم بکنیم. در مورد نویانم باز من یکم سختگیر تر از پدر مادرم هستم، ولی بازم سعی میکنم که با دلش را بیام، مثلا اجازه بدم که آزادش بذارم که میتونه بچگیشو بکنه، بازیشو بکنه. فکر میکنم که اینه. خیلی خیلی دلم خواهد که دوست باشیم با هم دیگه. بچه جون بده بالا، بیا بیا بده بگیرمش، بده بگیرمش، بده بده. آی مردم از سر بده، بیا لنگش کنی. واو تابستونه که میشه زمستونه رو دوست دارم. واو چی؟ میگم تابستونه که میشه عاشق زمستون میشم، زمستونه عاشق تابستون میشم. یادم خود فروخته. اینجا رو ببین آمبا جون. آخه ما عروسیمون رو اینجا گرفتیم. عروسیتون اینجا گرفتی؟ آره. خیلی سال پیش یه بار اومده بودم اینجا. اینجا کلی چند وقت من درگیرم اینجا رو که میخوان خراب کنین. آینه رو چجوری میشه سالم کند برد بیرون؟ هیچ راهی میخوان آینه رو؟ آینه رو ببین، آینه رو ببین. هیچ راهی به فکرم نمیرسه بابا، دیوارش قلمبه برداره. خب اینا تیکه تیکه است که خب هیچ کارش نمیشه کرد. هیچ کارش خیلی خوشگله. چند سالشه؟ نمیدونم. بعد بالای 25 سالش باشه. اینجا بالای 25 سالش باشه و حتی شاید هم بیشتر. آقای دهخان پدر شقایق خانوم میگفتن که اینجا 40 سالشه. بالای 25 سالش میشه دیگه. اصلا اصلا انگوش روی اینم نیست. هیچ عالیه. طلای مامانت برداشتن، خون خودمون باشه خیالم راحت تره. شمشه طلا؟ کدوم شمشه؟ آن شمشه طلا نداشت. 5 سال، برای 5 سال 6 سالش به فکر میکنم که آره ما ازدواج کردیم. بعد خب خیلی چیز بود دیگه، خیلی قبل از اینکه من با نیروانا برخورد داشته باشم واسم خب واسه خودم خیلی عجیب بودش که حالا من چه جوری باید رفت، خصوصا که من خیلی بلد نیستم با بچه‌ها. حالا با بچه خودم چه میتونم سر کله بزنم، ولی اصولا آدم نیستم که واسه بچه‌ها جذاب باشم بتونم باشون بازی کنم، چون بعضی‌ها دیدم مثلا ویژگیشون اینجوری، یعنی بلدن با بچه‌ها سر کله بزنن و من اینو بلد نبودم. آه. و هی نگران بودم که خب حالا اگر که من نیروانا رو دیدم واقعا چجوری باید باش رفتار بکنم. و دفعه اولی که حالا قبل از اینکه ازدواج بکنیم برامون رفت آمد می‌کردیم خانواده با هم و اینا، دفعه اولی که ما نیروانا رو بردیم بیرون بعد از اینکه برگشتم خونه گفتم خیلی خیالم راحت شد. خب مثلا تو کوچه بازی نمی‌کردم هیچ وقت، تو خونه بودم، خیلی پای تلویزیون بزرگ شدم، کارتون نگاه می‌کردم، کتاب از این چیزا، کتابای مصور رو کمیک استریپ ها بودم، تن رو تن هم چیز دیگه، تن تن حفظم نمیتونم بگم چند بار خوندمشون. من هم میتونم هنوزم من هنوزم میخونم چیز دیگه. یه رسم بود دیگه، ما سر نهار یا مثلا سر شام با پیمان هر کدوم یه دونه تن برمیداشتیم، چیزه سر غذا دیگه، تا آخر غذا هر کدوم یه تن تموم میکردیم دوباره. آی پات رو پامه. آره تا وقتی آقا جون به هوش نیامده هیچ کس پاشو تو این خونه نمیذاره. وا من چه خونه به کجا برم؟ راست میگی آفرین بهبود، محکم باش وا نده. آره شما دخالت نکن پریسا جون، مسئله خانواده‌ای واقعا که عالیه. چیه سوسن جون؟ عالیه، درست میگه. تا زمانی که سندا پیدا نشده هیچ کی حق نداره پاشو بذاره خونه. به مشکل میخوری، به مشکل نخوری فلان اینا، من هم میگفتم نه. بعد هم گفتن که حالا الان ممکنه به بعضی ها، ولی واقعا همه نه. میگفتن که خب اگر که مثلا بعدا به سن بلوغ برسه بزرگتر بشه باش به مشکل، خدا رو شکر هر چه قد گذشت رابطه بهتر شد. آره واقعا. بعد میدونی در مورد نیروانا یه چیزی که وجود داشت من همیشه خیلی دوستش داشتم اینه که ما خیلی با هم دیگه دوستیم. نه بزرگ شدم. آره واقعا چند وقت تونستم به حد پسر 16 ساله برسونم کنم. آره 16 ساله. آره آره. اگه تو پارسال پیرسال که 7-8 ساله بود. تو از بچگی تو بگو.
منم بچگی آرومی داشتم. بچگی بچه من... یکی از بچه ها همکاره چیز بودی؟ رفیق بودی؟ خونه همون بغل هم بود با رضا شفیع جان. وای چی کشیدی؟ نمیدونم اون چی کشیدی و تو چی کشیدی. نکنم به اون پشت روزش اون ببین حیات همون به هم چسبیده بود. اونا یه حوض فسقلی داشتن واقعا اینا مثلا اینقدر بود حوضشون. تا به سونا من با حوله و اینا اینجوری میرفتم بودم میرفتم خونه اونا تا بعد از این عینک های قواسی و از این دوله های چیز داشتیم بعد جا نداشت این استخر اینا رو که میزدیم میرفتیم زیرا همچنین هم دیگر نگاه میکنیم خیافه رضا رو نمیتونم تصور کنم چجور نمیخندیدی دختر مسجل جدید بمونه آجی خواه منو میبینی؟ بله سلام ستاره خانم بله چرا نه سلام سلام حال شما ایشون هم ستاره خانم آجی پرخونده خودمه سلام عرض شد بله ایشون هم شوهرشونه اسم چی بود؟ بگو عنایت من چرا اصلا اسمت یادم نمیمونه تو همینجوری یعنی شما مطمئنین منو میبینی یکم دقت کنین شاید نمیبینین بله دیگه داریم میبینیم دیگه چطور مگه خیلی عجیبه یه حس دیگه که در مورد نیروانا همیشه داشتم این بودش که بعضی وقت مامان نیروانا نبودم یعنی اصلا اجازه نداد که من مامانش باشم میدونی یعنی همیشه میگم اینقدر رفتارمون دوستانه بود و احساس میکنم اینقدر حضور مادرش تو زندگیش پررنگه که احتیاجی به مامان نداشت میدونی و چیز دیگه که وجوده بعضم خیلی رو دوستی باهاش حساب میکنم یعنی الان که خب به هر حال دیگه واسه خودش خانومی شده و اینا ولی فکر میکنم الان هم با هم دیگه دوستیم ولی فکر میکنم که هرچی بزرگتر بشه این دوستیه هی باز نزدیکتر میشه و صمیمانه تر میشه یک دو سه بریم بیا تعلم که بزنیم بشون خوره ما باختیم نویان ولی کلک زدیم ما بشون اونی که آخره اول میشه مهران میگم مهران چرا گفتم مهران مهراب حرف مهران قفل شد مهراب چقدر برای نویان وقت میذاری؟ متاسفانه کم چرا؟ دوست دارم که زیاد ولی که تو که کار نمی کنی لح نه که کار نمی کنی لحقه برای نویان وقت بذار نه آخه هم نه مثلا نه آخه ببین کار نمی کنم من اینجوری نیست که هیچ کار نمی کنم اینجوری نیست که کار نکنم یعنی میشینم پای کاغذ نمینویسم من نیروانا تو خیابون که میرفتیم حالا نیروانا کوچولو بود اون موقع بعد مردم از من پرسیدن که من اصلا سلام علیک میکردن اینا بعد میگفتن که دخترتونه بعد مثلا اون اوایل مثلا میگفتم که نه من خالشم بعد یواش یواش گفتم نه خب مثلا چرا بگم حالا اونایی که غریبه ترن و مردمی که گذری تو خیابون ما رو میبینن اینا بعد میگفتم که بعد میگن دخترتونه من میگفتم آره دخترمه بعد الانم که دیگه شده هم قد منو و یه موقعی تو خیابون دور میگن دخترتونه من میگم بله بله میگم ماشاءالله اصلا بهتون نمیادم خیلی باحال من یه موقعی مثلا با پدرم خیلی اختلاف سلیقه داشتیم دیگه مثلا از مدل موام متنفر بود از مدل لباسم متنفر بود از همش چیز بودیم دیگه با هم گیر گرفتاری داشتیم یه موقعی از چیز اختلاف سلیقه بود بعد همیشه میگفتم که چیزه گفتم من بیشتر بچه خودم رو درک خواهم کرد در این مدل بعدن حالا به هر حال مثلا من چندین سال از بابام کوچک کردم به یه نسل بعد از خودم رسید دیگه درکشون نمیکرد آره میفهمم یعنی مثلا چون من متولد 50 هم مثلا متولد 57 80 رو دیگه درک نمی‌کردم یا دهه 60 رو دیگه درک نمی‌کردم به نرسید حتی به بچه خودم یعنی لباساش رو درک نمی‌کردم موهاش رو درک نمی‌کردم سلیقه فیلم و موسیقیش رو درک نمی‌کردم خیلی زود آره. فاصله بعد از میگم مام از اصلا مثلا من از موقعی که بابا شدم بابامو فهمیدم تازه آره تازه فهمیدم که مثلا اینه پس بعد از بچه دار شدنت هم احتمالاً علاقه به پدرت بیشتر شد خیلی اصلا یهو رابطه عوض شد یو کاملا تبدیل شد به الگو هر چی ما کل کل داشتیم هر چه چیز مثلا یادم میاد میگم موقع مثلا سر این کار من خب منم اذیت کن بودم آخه ولی خیلی عصبانیش میکردم و خودم خیلی عصبانی میشدم ولی آره تازه از بعد از اون فهمیدم دیگه برای موقعی نیروانا مثلا چون مثلا یه جور موسیقی گوش میکنه من دیوانه میشم بعدم هی میخوام خودم چیز کنم که نه تو بابای باحالی هستی باید درک کنی باید فکر نمیتونم دست خودم نیست آره مثلا چه میدونم فلان مدل لباس ها رو نمیفهمم اصلا
نه. خیلی تو خانواده بزرگ شدم، خیلی خانواده اصولا چیز مهمی برام بود، یعنی من هنوزم که هنوز هر تصمیمی که بگیرم با پدرم مشورت میکنم. اول اصلا خیلی پدرم نقش پررنگی داشت تو زندگی ما، مادرم هم همینطور. وقتی جایی همیشه میرم با پدرم مثلا مشورت میکنم، میگم کار بکنم کار نکنم، بعد میرم به مامانم میگم خب حالا بس من دعا کن که مثلا آره اتفاق خوبی اگه قرار بشه بشه، اگه قرار میگیرم. آره و این داخلی خیلی من بچگی ویژه‌ای نداشتم، چیز اتفاق عجیب غریب واسه هم نیفتاده تو بچگی، ولی خب چیزی که هست یعنی بر دوران خوشی ولی هست. آره خیلی دوست دارم بره توی مشاغل هنری، ولی که نمیخوام بچه درس خون باشه اصلا. اصلا من حسودیت میشه چون خودت نه اصلا با نیروانا مسئله، مثلا نیروانا در درس نخون هست به اندازه کافی، ولی که من اصلا حرفم اینه که اصلا معدل نمیدونم 18 19 20 نمیخوام، واقعا دوست ندارم تجدید نشو. این برای من کافیه، واسه همین آره دوست ندارم که اینقدر درس بخونه. واسه همین دوست دارم تو مشاغل هنری، حالا نمیدونم مثلا موسیقی، ولی دلم میخواد اهل مطالعه بشه. آره ببین سیستم آموزش پرورشی ما یه جوریه که برای درس بچه‌ها دچار اضطراب میشن. آره اصلا این رقابت نمره رو من نمیفهمم. اصلا این مهمه که بچه به خاطر دست دچار استراب نشه. چی اون؟ عمل تولده. ببین مثلا نیروانا امسال معدلش شده بود دیگه، با یعنی رکوردش رو شکوند و خیلی خوب بود و ما خیلی راضی بودیم. معدلش بود نمیدونم 18 و 70 خورده 80 خورده ای. نه آخه خوبه که مثلا که توی مدرسه توی سوم راهنمایی ها رتبه 50 خورده یوم بود. یعنی 50 خورده نفر توی مدرسه که جمعیتی نداره خلوته از معدلشون از 18 و 70 80 بالاتر بوده. من یه دوره تو درس میگم جمع نمرم با مثلا 5 تا دوست بودیم که ما جمع نمراتمون به 10 نمیرسه. تو متولد ایران نیستی؟ نه. و چرا؟ من متولد آلمانم، شهر بوم، برای اینکه پدرم اونجا درس میخوند رفته بود تحصیل کنه و اینا. بعد 5 سال اونجا پنج سال اونجا زندگی میکردن. دیگه سال آخری که پدرم درسش تموم شده بود و اینا من به دنیا آمدم، یعنی 3 ماه هم بود که برگشتیم ایران. یعنی زندگی نکرد؟ نه 3 ماه. بعد یه چیز جالبی هست که خواهر من که از من بزرگتره اون متولد اصفهانه، من متولد آلمانم، یه خواهرم متولد به شهر، برادرم متولد ساری. خانواده مارکوپولو. نه باز میگم همه چیز دیگه، یعنی به خاطر شرط زندگی پدرم که اونجا رفته درس خونده، بعد مدت شما رفته کار کرده اونجا، مثلا یه مدت اون نیروگاهی که گفتم کار میکرده، برام که اومدن تهران. یه چیزی راجع به مادرم بگم بهت خیلی جالب. مادرم اهل چهارمحال بختیاریه. بعد پدرم زمانی که سربازی میرفت و اینا، اون موقع سپاه دانش میگفتن و اینا، یعنی سربازایی بودن که میرفتن درس میدادن توی روستاها به بچه‌ها. بعد پدرم از تهران میره چهارمحال و اونجا با مادر من آشنا میشه. مثلا مادر من 16-17 سالش بوده، با مادرم که ازدواج میکنه مادرم برمیداره بره آلمان. اوشه تا یه تایمی خیلی زندگیشون چیز بوده دیگه، از این طرف به اون طرف و اینا. ولی دیگه من زمانی که 8 سال یا 9 سالم بود اومدیم همین خونه پدریم که الان اینجاست. بعد دیگه تا این سنم که همونجا زندگی میکردم و بعدم که ازدواج کردم دوباره برگشتم اومدم اینجا. نه میدونید همون مشکل سیستم آموزش بود. من نقاشی میکردم توی مدرسه و گوشه کتابای بچه همه کتابشون میدونم من نقاشی کنم. بعد همین از کلاس میداختنم بیرون واسه اینکه نقاشی میکردم. بعدا رفتم دانشگاه نقاشی خوندم و جزو خوبای دانشگاه بودم. یعنی تو دانشگاه من معدلم دیگه از 18 پایین نیومد. میدونی اصلا من از اول باید میرفتم سراغ این رشته. من تو دبیرستان بعد من نباید فیزیک میخوندم، آدم فیزیک و شیمی بخون نبودم. اگه از اول من هنرستان میرفتم میدونی استعدادیابی نداشتیم دیگه. خب آقا این در گوشه کتابش نقاشی میکنه، حالا شاید چیزی بشه این تو دیگه. حالا از شمال که اومدیم، میگم اونجا حالا فضای باز بود و این ماجرا، اینجا هم که اومدیم باز خونه ویلای بزرگ بود، باز جای بازی داشت. تا یه سنی واقعا همه بچگی من به بازی کردن گذشت. از یه سنی خیلی یهو به کتاب خوندن علاقه من شدم، مثلا همسن نیروانا که بودم تام سایر هکر گریفین و فلان اینا رو شروع کردم، چارلز دیکنز این ماجرا کتابای اونو شروع کردم خوندن و اینا. و دیگه هی یواش یواش به داستان پردازی و داستان نوشتن و اینا علاقه من شدم.
اولین شغلی هم که واقعا تو زندگیم فکر کردم، یعنی حالا مهراب همیشه باش که صحبت میکنیم میگه که دوست داشتم دامپزشک بشم، نمیدونم دوست داشتم شغل دیگه داشته باشم، ولی من از اولش دوست داشتم یا نویسنده بشم یا بازیگر بشم، هیچ شغل دیگه واسه خودم متصور نبودم. با وجود این رفتم رشته ریاضی خوندم مدرسه دبیرستان رشته ریاضی خوندم، اونم برای اینکه پدر من به شدت اصرار داشت که من حتما رشته ریاضی بخونم و بعدم رشته مهندسی شکر کنم دانشگاه، و چون پدر خودم مهندس مکانیک، من دانشگاه آزاد نمایش قبول شدم. بعد از پدرم قایم کردم دیگه، نمیگفتم از ترسم بهش نمیگفتم که دانشگاه این رشته قبول شدم. بعد دفعه اول که ازم پرسید که بین فهمید قبول شدم و اینا، گفتش که حالا میخوای چی کاره بشی، گفتم خبرنگار. جرات داشتم بگم میخوام بازیگر شم. بعد همون سالی که دانشگاه قبول شدم، دیگه مشغول کارم شدم همزمان. بعد پدرم گفتش خیلی خوب، حالا که میخوای این کار رو انجام بدی لاغر درسشو بخون، درسشو ادامه بده، در مثلا همزمان با اینکه داری درس میخونی حالا در کنارش کارم بکن. من 3 بار دانشگاه آزاد قبول شدم، منتها باز گفتم که باز دلم نمیخواست برم درس، یعنی اینقدر افتاده بودم تو مسیر کار کردنه. بعد یه اتفاق دیگه هم که برام افتاد، حالا بدآموزی داره واقعا ولی میگم، اونم اینه که به نظر من اصرار اونم اینه که ببین سیستم آموزشی ما به نظر واقعا یه اشکالی توش هست، برگر این جاهای دیگه دنیا میرن درس میخونن که اون تایمی که اونا رفتن درس خوندن بعد که نه تیلر گوش نکن اون تایمی که رفتن درس خوندن و بعدش که درسشون تموم شه، به هر حال حداقل حقوقشون از اون آدمی که نرفته تحصیل کرده بعد بیشتر باشه. ولی اینجا بچهای ما میرن دانشگاه با چه زحمتی کنکور میدن قبول میشن، میرن چند سال درس میخونن و بعد که میان بیرون حالا بعد بگردن دنبال کار و بعد برن تای صفحه اونایی وایسن که درس نخوندن و رفتن کار کردن. یعنی به هر حال سیستم غلطی بودش که من اون موقع فکر کردم که خیلی خوب حالا من بخوام برم بشینم درس بخونم، دوباره وقتی درسم تموم شد بعد از اول بیام شروع کنم کار کردن، حالا که دارم کار میکنم واقعا پس کارمو همینجوری ادامه بدم. میدونی میگم یکم من همیشه تو مصاحبه هام با این قضیه به مشکل میخورم که از من میپرسن که خب تحصیلاتت چیه، من میگم دیپلم ریاضی، بعد خیلی خوششون نمیاد مثلا میگن خب یعنی شما مثلا بدون تحصیلات اومدین وارد این کار شدی، ولی میگم بعضی واقعا سیستم غلط آموزشی ماست. بگو چی دوست داری به بچت یاد بدی؟ ورزش دوست دارم من، دوست دارم ورزش دوست دارم، فوتبال بازی کنه زیاد دوست داشتم فوتبال. از نظر اخلاقی انسانی، اخلاقی یعنی اون چیزی که تو فکر می‌کنی اگه اینو بهش بگی این میتونه امنیت برای خودت، یعنی لااقل آدم خوبی به نظر میاد، میتونه فوتبالیست خوبی باشه، خیلی تو به خانواده داره. مثلا من پدرم از این آدم بدجوری سالما بود، مثلا من صمیمی‌ترین دوست پدرم یه چیز بیشتر از نصف زندگی پدرم از چنگش در آورد خیلی راحت به سادگی. بعد پدرم باز باش رفت آمد میکرد و من پیمون دیوونه میشدیم، میگفتیم این کار کرده و خیلی علنی هم این کار کرده بود و میگو باشه دوستم اشکاله، دوستیمون که فرقی نکرده، حالا پولم رو برده یعنی چی دوستیم فرق نکرده؟ اصلا مدلش این بوده آره. نه نکرد باستش فرق نکرد. حالا اون موقع خیلی حرص خوردم، نه آره نه در روحت نیستم، ولی چیز بود نتیجه خیلی سالم زندگی کردنش. بعد دیدم که خب من و پیمانم مدلمون این شده، ما سالم زندگی، ما سر کار هیچ وقت مثلا مشکل میدونی دعواهای اینجوری تو این سالها نداشتیم سر کار، که اختلاف سلیقه هایی بوده سر کار مثلا با کسای حرفمون شده مشکل پیدا کردیم، ولی هیچ وقت مثلا ما مشکل زندگی ناشی از زندگی ناسالم نداشتیم، مسئله مالی نداشتیم. یه سکانس تاثیرگذاری که الان داره یادم میفته که یه سکانس مرگ بود که خیلی برای خودم عجیب بود که توی تلفیلم بازی کردم که پخشم نشد تلویزیون، کار راما قوی دل بود، صحنه بودش که اعدام میشدم، صحنه بودش که بعد اعدام می‌شدم و یه قتلی رو انجام داده بود که خیلی به خودش حق میداد اون شخصیت که اون قتل رو انجام داده و وقتی داشت میرفت اعدام بشه خیلی بعد مصمم بود از اینکه داره میره اعدام بشه و هیچ تردیدی نداشت از اینکه خیلی خب من کارم رو درست انجام دادم، اصلا مهم نیستش که الان بمیرم. فکر میکنم که لحظه مرگ خیلی واسم لحظه عجیبی بود که میخواستم مرگ رو بازی کنم و مرگ آدمی رو بازی بکنم که خیلی خیلی مصمم بود تو کارش. خدافظ. خب خونه فکر اینجا یه هفته دیگه منفجر میشه، آخه یه هفته دیگه اینجا کوبیده میشه. با این خونه خدافظی کنیم، خونه ایه که شقایق دهخان توش بزرگ شده،
مهراب ازدواج کرده اینجا عروسی گرفت، خواهر بزرگ سره، تولدای نویان همیشه اینجا بوده، تولد باربود اینجا بوده. این خونه پر از خاطره است، فقط کوبیده میشه. ما تقریبا این کارو زیاد میکنیم. خداحافظ، خداحافظ. صدا میپیچه نه؟ اکو اکو اینجا ازش. بیا بچه جون بیا بیرون. بچه جون خداحافظ. الان بابا شهر میمون زد بیرون. برای بیرون میرون بابا هیچی. تشمات هم اندازه. بفهمیدیم؟ سیل منو یکی بیاره؟ آوردیم. نه میخوای شما بکاری من نگاه کنم تشویق میکنم. برو بابا هیچ کار نمی کنی بیا بینم. نه به خدا تشویق میکنم. تو فوتبال نرفتی نمیدونی نقش تماشاش چقدر مهمه؟ تمام روحیه رو من میتونم از اینجا به شما. درانه قاسم خانی موافقم که درخت بکاری. خانم شقایق بفرمایید. بله بله. توسط شقایق دهوان در جمعه کنید دسته نوت کاشته شد. به من برم اونجا توسط من در زمستان 1390 کاشته شد. برنامه تلویزیونی گپ به اونا نشونه گپش چه سخت کپ پکی کپ بکنم اینو اینجا بکن هر جا دوست داری. نقشه نیست برعکس خیلی ها دنباله توه دنبال من بیا بیا ببین منم از حادثه پرم هم عشق میکنم هم غصه میخورم گاهی زیادم و یه وقتایی کمم گاهی واسه خودم یه نقش مبهمم هر بار نقش من عمر دوبارمه این سر نوشتمه این روزگارمه گاهی بازیه گاهی فاجعه است گاهی حقیقته گاهی شایعه است هم بازیه همین تو مسم زندگی تا قرصم آده جم گاهی بازیه گاهی فاجعه است گاهی حقیقته گاهی شایعه است هم بازی همیم تو متن زندگیم تا حرفم آده جم تا حرف تو بگیم